أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بدرود و سلام خدمت شما بیننده‌های از برنامه فطر. انشاءالله که صحتمند و سرحال باشین و از گزند روزگار در حفظ و پناه الله متعال باشین. الله متعال مهربانی میکنن که ای پیامبر و ای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو پروردگارا تو مالک همه چیز هستی، همه چیز در ملک توست، بر کسی بدی بخوای پادشاهی میدهی و از کسی بخوای این پادشاهی را باز میستانی، بر کسی بخوای عزت میدی و کسی را بخوای ذلیل میسازی. هر خیر در دستان توست و بر تو بر هر کار توانایی. عزیزان بینده برنامه فطر، الله متعال سپاسگزار هستیم که یک بار دیگر توفیق نصیب فرمود که روز 12 ماه مبارک رمضان به وقت افطاری نزدیک بسازیم. بازم در معذر شما عزیزان قرار داریم. قبل از اینکه با مهمان عزیز سر صحبت آغاز کنیم، از جناب قاری صاحب بزرگوار خالد نیازی تقاضا میکنیم با تلاوت چند آیه از کلام الله مجید روح ما را متلطف بسازند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ببروس پاسا جناب قاری صاحب بزرگوار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که برای شخص روزه‌دار دو خوشی است، یک خوشی در وقت افطاری و خوشی دوم در وقتی که پروردگارش ملاقات میکنه. از آن بیننده برنامه فطر امروز جای بسیار خوشحالی است که افتخار حضور عبدالواسع قیومی معاون فنی فدراسیون عمومی ورزش های رزمی را در کنار خود دارم و همچنان انشاءالله یک مهمان عزیز دیگه ما از در استودیو که محضر اونا را هم خیر مقدم میگیم. جناب قیوم صاحب بزرگوار خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام، زنده باشین خدمت شما و تمام کسایی که از برنامه فطر زیبای شما ما رو بیننده هستن. بسیار زیاد تشکر میکنم. زنده باشین. دوستان عزیز، قبل از اینکه ادامه بدیم با جناب قیوم صاحب بزرگوار، از جناب قاری صاحب سپاسگزار هستیم. ممنون بابت یکم ان شاء الله لطف میکنن در برنامه. و دوستان عزیز، برنامه فطر شما میتونید در سراسر افغانستان به صورت بسیار آسان، ساده و بسیط هموطنان به بضاعت ما را دستگیری و کمک کنین. خیلی ساده است. شما شماره های، البته شماره در روی صفحات تلویزیون تان مشاهده میکنین، از طریق فقط میتونیم که در واقع امو کمک تان بفرستین در هر ولایت از افغانستان که شما در واقع هستین. و در ضمن میتونیم که بل برق تان در ولایت کابل، بلخ و همچنان هرات در اسرع وقت بپردازین. و فراموش نکنین اگر بخواید معلومات زیادتر بگیرین با شماره 779 تماس بگیرین. و مهمان دوم ما جناب قاری صاحب بزرگوار الحاج صفی الله دلاوری است که اینا را به برنامه خوش آمدید میگم. خیلی خوش آمدن، صفا آوردن. جناب قیومی صاحب بزرگوار، خوب است که در ارتباط به ورزش مثلا در ماه مبارک رمضان جوان ها بیشتر رو میارن یا که یک وقفه یک درنگ داشته می باشن در ماه مبارک رمضان وقت برنامه های بعدی و در کل پلان های فدراسیون عمومی ورزش های رزمی چی است؟ تشکر میکنم، زنده باشین. تمریناتی که ما از طرف رمضان داریم فقط یک ساعت که به افطاری بانه و کسایی که مثلا آمادگی مسابقه داره، ما پیش رو یک مسابقات آسیایی داریم که در مسابقات در حدود 15 نفر باید از
افغانستان شرکت بکنه از تمام ولایت هم است. ما یک برنامه تمرینی داریم بدون از اینکه یک ساعت به رمضان بونه و دیگه تمرینایی که میکنیم بعد از خفتن از نماز تراویح باز تمرینای ثقیلی که مثلا یک روز بعدش داریم به حساب اسپارینگ پا به خاطر از اینکه تراویح گپ باشه. ممنون قیمی صاحب بزرگوار، ان شاء الله صحبت‌های زیاد خود بود. در قسمت از برنامه میان برنامه کوتاه دوباره باز می‌کردیم، در خدمت شما هستیم. درود سلام خدمت شما پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. مهربانی میکنن که روزه ماه مبارک رمضان یک سال تا دیگه سال کفارات گناهان است که در این وسط میشه در صورت این که از گناهان کبیره پرهیز شود. در منظر جناب قاری صاحب بزرگوار الحاج صفی الله دلاوری هستیم و همچنان جناب قیومی صاحب بزرگوار که اینا را معرفی کردم. خوب است که از دلاوری صاحب بپرسیم که ماشاءالله چند سال میشه که شما تلاوت های زیبا دارین و همچنان آزان میگین و در ضمن نشید های بسیار قشنگ و زیبا و نعت هایی که واقعا درون انسان زنده میکنن. چند سال است که شما مصروف هستین؟ اولتر از همه توفیه داریم به شما و استاد بزرگوار به تمام بیننده های عزیز تلویزیون یک که از حضرت بیترین عالم به ما به میراث گذاشته شده که آن عبارت است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. و مدت 14 سال میشه که من عهد شریف میخوانم و در برنامه های تلاوت قرآن عظیمشان اشتراک کردیم و در رسانه و بدون زو آزان دادیم. مدت 14 سال میشه. خب شما در مسابقات هم شرکت کردین؟ بله. چند مسابقه بوده؟ دستاورد این مسابقات چی بوده؟ دستاورد مسابقه یک مسابقه نعتخوانی در تلویزیون لمر بود که به نام ترنم که باز خوشبختانه ما مقام هشتم را گرفتم. باز بعد از او ادامه برنامه من نتونستم اشتراک کنم. من بیت شریف رفتم باز دیگه برنامه پیش رفتم. ممنون. انشاءالله جناب دلاوری صاحب بزرگوار نعت زیبا انشاءالله خود خواندن. شما منتظر باشین. این قسمت از برنامه اختصاص داره به اسماء الحسنا. علی مطال تاعت عبادتتانه قبول خودش بفرمایید. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا الله
صاحب را سپاس است جناب قاریسای بزرگوار. الله متعال طاعت و عبادات شما را به درگاه خودش قبول مقبول بفرمایه. فراموش نکنیم که بنده در وقت سجده و در حین افطار بلای متعال خیلی نزدیک است، تا میتونین دعا کنین. سپاسگزار هستیم از جناب قاریسای بزرگوار. فراموش نکنین که از طریق امتین مومو میتونین دوستان عزیز در سراسر افغانستان شماره که مشاهده میکنین نیازمندار کمک کنین، دستگیری کنین و این خالی از اجر و پاداش نخواهد بود. اگر شما حساب امتین مومو فعال نکردین، به صورت بسیار آسان و ساده و بسیط میتونین که به نزدیکترین نمایندگی مراجعه نموده و پول مبلغ اونجا تقسیم کنین، انشالله که به دست نیازمندا میرسد. این قسمت از برنامه فامیلی نیازمند دعوت میکنیم، چون روند برنامه فطر امی است که هر شب پنج خانواده کمک و دستگیری میشه، که از جمله پنج خانواده فقط یکش میاین در کنار ما و مشکلات اونا را میشنویم. از مادر بزرگوار میخواییم که اینا تشریف بیارن و سر صحبت با اینا باز کنیم. البته فراموش نکنیم که اینا حق دارن در مال ما، حق دارن در اون اندوخته هایی که داریم. خیلی خوش آمدین مادر بزرگوار. بفرمایید شما. خوش آمدین. خاله جان، بسیار مختصر مشکلات زندگیتان میشنویم از شما. یادار قندم دیگه مشکلات زیاد از خودم بیوتن هستم. چهار تا دختر اکای سی یک بچه ایماز بچگه کم موترشوی میکنم تا دیبوری. مشکلاتم زیاد است. خودم مریض هستم. یک دختر اکم اصابش خراب است. او رو گفتم بیارم که دخواد تا هیجه. باز گفتم هم هیجه مردم اذیت نکنه. بعد است نوردم شد. دختر جوان است. 30 سال عمرش است. دیگه می یک بچگه اکم است که موترشوی میکنه. داستان 7 مکتب خان دیگه نتالیس روز روز کارم. زیاد بود بچه. کس سرپرست یا فامیل ندارین یا کس باید کمک کنه؟ نه. این برای بود تا یک چند وقت کمک کردن دیگه. بعد از او کسی نکرد کمک به ما. همی یک در همسایه ما که مسلمان خدا هستن. همه ما مسلمان هستیم. یک دین یک مذهب هستیم. میکنن کمک یا بگاه یا چاشت. بر ما یکان چیزی کمک میکنن، روان میکنن. یکان قطق، یکان نان خشک. دیگه او تو کسی نیست که ما کمک کنه. علی متعال مشکلات شما را حل بفرمایید مادر بزرگوار. خیلی سخت از جناب قیومی صاحب و متاسفانه تعداد فامیلی های بی بضاعت و نیازمند به 100 و 1000 گپ به اینها نیست، حتی بالغتر از این ارقام است. روی بیرون رفت و نظر شما چی خواهد بود؟ والا فعلا یک حالت بسیار خصوصا فعلا یک حالت آمده که بسیار مردم نیازمند است، بسیار بیچاره است. واقعیت که آدم میبینه همی خودت فراموش میکنه. واقعیت در این حالت دیگه همی کار باشه که بزرگ مردای ما کوشش بکنن و توجه زیاد بکنن به کاروبار و مشکلات های مردم رسیدگی بتانن، که بسیار زیاد مشکلات فقر زیاد دامنگیر افغانستان شده. و از جهت اگر توجه کرده باشیم سرمایه دارای ما و تاجرانی که هستن، اگر اونمو زکات سرمایه خودم بکشه فکر نکنم که نیازمند باقی بانه. بر صورت امشب اعلان میکنیم دوستای که کمک و دستگیری کردن، خواهر ما شیما توسط قیومی صاحب بزرگوار امشب کمک میشن و حتما بهشون هم کمک که در نظر گرفته شده تسلیم داده میشه و در ضمن شفاخانه استوماتولوژی الماس با مادر بزرگوار یک سال مکمل بیمه صحی کرده اینا را و ما به اینا تسلیم میکنم. میره قیوم صاحب بزرگوار نیز اون کمک رو بهشان تسلیم خواهد کرد. البته قابل ذکر است دوستان عزیز که تمام فامیل مادر بزرگوار میتونه که از این بیمه صحی استفاده کنه، که ما ایره به اینا تسلیم میکنم. قیوم صاحب بزرگوار بفرمایید شما. یک چیز ناچیز از طرف آقای صفی الله و ما هم به مادر مهربان چیزی که خدا واسه مادر جان عزیز لای حرام باشین. خیر میشه. یاد خوش هستیم از تلویزیون یک حرام باشین، زنده باشین. الان مشکلاتتان حل کنه مادر بزرگوار. مشکلاتتان حل بفرمایه. خیر ببینین شما، الان مشکلات شما را حل بفرمایه. و خواهر ما فاطمه از طرف بنیاد خیریه قمر امشب کمک شدن و خواهر ما فرشته
توسط شرکت تجارتی پروان خراسان کمک و دستگیری شدن. خواهر ما غنچه گل و برادر ما سمیر توسط مؤسسه بین المللی تغذیه و تعلیم یا NEI کمک شدن. البته قابل ذکر است که خواهر ما غنچه گل و سمیر از طرف شفاخانه استوماتولوژی الماس نیز کمک نقدی شدن که اونا تسلیم داده میشه و برادر ما محمد بشیر کمک نقدی توسط مؤسسه خیریه انسانیت احساس شدن. الله متعال در پرونده نامی اعمال خیر اینا نوشته کنه و چون همیشه گفته ما شب 5 تا 6 خانواده را کمک میکنیم، اینجا جای نیست که اونا را دعوت کنیم دیگه، در پشت صحنه این کمک ها بهشان تسلیم داده میشه و از مادر بزرگوارم سپاسگزار هستیم بابت از اینکه آمدن و تشریف آوردن. مشکلاتان الله متعال حل بفرمای مادر بزرگوار. از جناب قاری صاحب اگر آماده باشن، البته خب میان برنامه کوتاه سپهر عزیز میگه آماده است، بعد از اون میشه که جناب قاری صاحب گلون خدا یک بار تر بکنن، آمادگی بگیرن، بعد از سای عزیز انشاءالله یک نعت بسیار زیبا تقدیم میشه. خدایا ما خوشتر از روزیت بود شام روزدار، حالا شام روزدار لبریز آب رحمت حق، جام روزدار حالا جام روزدار حالا جام روزدار حالا جام روزدار حالا جام روزدار حاصل رضای دوست نمودن چی نعمت، نمودن چی نعمت چندین رمضان آید و با ما گذرد، چندین رمضان آید و به ما گذرد، بیا بیا که من شهید فراق روزدار تو هم، حاصل رضای دوست نمودن چی نعمت است، نمودن چی نعمت است. نازم به هر دقیقه ایام روزدار، ایام روزدار حالا ایام روزدار، ایام روزدار ایام روزدار. اندازه مقام بلندش چی گویم، اندازه مقام بلندش چی گویم، اندازه مقام بلندش چی گویم، بلندش چی گویم. بر تاقی عرش نقش بود نام روزدار، حالا نام روزدار خوشتر ز روز عید بود شام روزدار، شام روزدار حالا شام روزدار، شام روزدار شام روزدار. بر دست و پا و چشم و در نیسای مز، نیسای مز بر دست و پا و چشم و در نیسای مز، نیسای مز.
مذهب اسلام روزدار، اسلام روزدار. اسلام نگفتن که ظالم باشی، پیوستم این گفتن که عالم باشی. عالم نشود ظالم و ظالم عالم، از علم به علم که سالم باشی، از علم به علم که سالم باشی. قربان دین و مذهب و اسلام روزدار، اسلام روزدار. خوشتر ز روز عید بود شام روزدار، شام روزدار. لبریز آب رحمت حق جام روزدار، جام روزدار. ریزد شراب لطف خدا در گلوی ما، حالا در گلوی ما. دانو کام روزدار، دانو کام روزدار. حالا کام روزدار، کام روزدار، کام روزدار. شایق با چشم ووش ببین موج میزند، ببین موج میزند. نه محمد آشنا گردد، خداوند جهان گوید مبارک باد ایمانت. شایق با چشموش ببین موج میزند، ببین موج میزند. انوار بندگی ز در و بام روزدار، ز در و بام روزدار، ز در و بام روزدار، بام روزدار، ز در و بام روزدار. من روسیای ایران با درت یا الهی، بازار و زاری شدم به عذر خواهی. خدایا خطای ما در گذر، هزاران درود و هزاران سلام ز ما بر محمد علیه الصلاه و السلام. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. شما مقالیس واقعا درون ما آرام شد و بسیار زیبا هرچی تعریف کنیم در کلمات و عبارات نمی گنجه و ماشاءالله بسیار یک هنجره زیبا و بسیار گیرا. میشه که در ارتباط با تمرینات تان بگین که در ابتدا پیش چی کسی شما شاگردی کردین و یک روز چند بار تمرین میکنین؟ از غذایی هم هست که شما نخورین بخاطر از هنجره تان التهابی نشه؟ ما از ابتدا پیش پدر جانم شروع کرده بودم، نعت شریف پدر جانم و مام یکی از اساتید نعت خوانیستن و بعد از او شوق علاقه که خودم داشتم و کسی که مایم میکرد، تشویقم میکرد، استاد وسیع قیومی بود که به هر محفل ها مره میبردن و بسیار رویه میدادن که خودت هم استعداد داری. بسیار طفل بودم، از سن 10 سالگی، 9 سالگی من نعت شریف میخوندم و بعد از او باز پیش حاجی صاحب سمی جانم نعت شریف خوانده، امک امرای منام کار کردن.
وقت از درباره تمرین هایم گفتین، تمرین خو شخصا خودم تمام نتخانه شاید باشه و خودم در هر لحظه و هر ثانیه که در هر جایی که می باشیم پیش ازی که خوابم کنیم یک زمزمه کده و یک تمرین کده باز خواهد. و غذای هم هست که نخورین یا نوشیدنی هایی که؟ معمولا بسیاری مردم نمی خورن، اما از ما تو قلندری است که هر جایی که پیش بیایم می خورن. ماشاءالله. انشاءالله که جناب قریص بزرگوار دلاوری صاحب حتما نعت های زیبای دگام داره با قیومی صاحب بزرگوار. عزیزان شما میتونید از طریق امتین مومو در سراسر افغانستان مساعدت هایتان به نیازمندان بفرستین. شماره که روی صفحات تلویزیونتان نمایش داده میشه از طریق میتونید که به صورت ساده این مبلغ ها را برسانین. اگر شما حساب امتین مومو ندارین و نزدیکترین نمایندگی مراجعه کرده و از طریق میتونید کمک کنین. و در ضمن شما میتونید معاشات کارمندایتان را به صورت ساده و آسان و بسیط بپردازین. شماره 779 برای معلومات مزید فعال است. میان برنامه کوتاه دوباره باز میگردیم، در خدمت شما هستیم. با درود و سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز، در بخش اخیر برنامه قرار داریم. البته سپاسگزار هستیم از عبدالواسی قیومی معاون فنی فدراسیون عمومی ورزش های رزمی و همچنان جناب قریص بزرگوار الحاج صفی الله دلاوری. واقعا امروز برنامه ما رنگین تر بود نسبت به شب های گذشته. جناب قیومی صاحب، فکر می کنم مدت کوتاه شما در این سمت قرار دارین، چی تغییرات آمده؟ یک و دوم که پلان هایتان در آینده چی است؟ تشکر می کنم، زنده باشین. در کل خو برنامه ما یکی که دروازه فدراسیون ورزش های رزمی همیشه از طرف برنامه شما میلان میکنم و دمی چند وقتی که اومدیم همیشه بروی ورزشکارا باز است. از او فدراسیونی که همیشه بسته بود و غیر از او در طول عمق وقتی که فدراسیون ورزش های رزمی بوده 15 ولایت ما به سیمینار دعوت کردیم، 3 مسابقات سبکای خود گرفتیم و در حدود تقریبا 5-6 مسابقات در 5-6 ولایت های دیگه گرفتیم، مسابقاتی که جام رمضانی هم داریم بخیر. تغییرات بسیار خوب آمده و پیش رو هم داریم بخیر. برنامه مسابقات آسیایی داریم، انشاءالله خدا مهربان است که برنامه خوبتر و بهتر باشه. اگر چند جناب قیومی صاحب بیقراری میکنیم به نعت که دلاوری صاحب میخونه، ولی یک سوال کوتاه میخوایم البته جوابش از شما بشنوم. وی که شما مشهور به استاد قهرمان ساز هستین، میشه که بگین که دلیلش چی است که مگه شما رو میگه قیومی صاحب استاد قهرمان ساز است؟ تشکر میکنم، زنده باشین، لطفتان است. واقعیت که اولین قهرمانای ام ام ای که در افغانستان تربیت شد عبارت از احمد ولی و تک کسب الله فیضی و چیزی که میبینین در سنا هستن فعلا، کل از انمیا به همکاری خداوند زحمت های ما بوده و کسی که یک تانه که یک نفر یک قهرمان تربیت میکنه، ما با هزارا قهرمان تربیت کردیم که شما شایدش هستین که در خارج و داخل فعلا بازی میکنه. نصیب فیضی در مل دالند با ماشین نکوت است، عظیم بدخشی در هندوستان است، به می خاطر لقب دادن دوستا. الله متعال شما را دیر زمان نگه داره با شما خیلی شای بزرگوار. خب دلاری صاحب ما آماده هستم، اگر شما آماده باشین بازم نعت داریم در این بخش. در قلب و جانم نام محمد، نام محمد زیب دهانم، نام محمد، نام محمد وردم مدام است هر لحظه نامش، وردم مدام است هر لحظه نامش، روز و شبانم نام محمد، نام محمد در قلب و جانم، نام محمد، نام محمد یا محمد مصطفی
سرور عالمی و قدر ناداری باشد مزارش اندر مدینه باشد مزارش اندر مدینه کو سرای مدینه چی عجب پر نور است هر طرف می نگرم با چشم من تور است حیف و صدایف کی از کابل مایان دور است گویم آنجا زون که دلم مسرور است گویم آنجا زون که دلم مسرور است روم در مزارش با خاک و دیارش در قلب و جانم نام محمد نام محمد یا نبی یا نبی عرض خود از شهر خراسان بکنم عرض عالی از خود و از جمله یتیمان بکنم رو به خاک در تو نالم و گریان بکنم با تو غم خوری هستی ران و فقیران بکنم دلاوری است زار و پریشان دلاوری است زار و پریشان زار و پریشان هر لحظه خوانم نام محمد نام محمد خدایا تو تلخی جان کندن آسان کنی زبان ما عمرا تو جاری به قرآن کنی زبر سوال هایدم چون نکیر تو قادر بکن بر جواب ای قدیر کی از من پرسن خدای تو کیست بگویم خدای به غیر تو کیست چو پرسند والی پیغمبران به نام محمد کشایم زبان وعفو عنا یا رحمان واغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ممنون از قیمی صاحب و دلاری صاحب بزرگوار فکر می‌کنم در لحظات اخیر برنامه قرار داریم میریم به افطاری سپاسگزار هستیم از رستوران زیبای مندی عرب مخصوصاً از محمد از صدیق عزیز که همیشه زحمت میکشن علای مطال در پرونده نامی اعمال خیر اینا نوشته کنه برادرای عزیزمان که در واقع زحمت میکشن این بود برنامه امروز که تقدیمتان شد تا فردا همیشه ما را به الله یگانه میسپارم سرفراز سربلند باشین و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین